تعداد زیادی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام امروز شنبه مصیبت دردناک شهادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها را در حرم مطهر آن حضرت در دمشق پایتخت سوریه گرامی داشتند. همچنین دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در عتبات عالیا در عراق و ایران و مراکز اسلامی و حسینیهای سراسر جهان مراسم بزرگداشت و عزای زینب کبرا سلام الله علیها را برپا نمودند. در همین راستا خبرنگار خبرگزاری اخبارشیه در دمشق گزارش داد دیروز و امروز دمشق شاهد تعداد فراوانی از زوار و عاشقان حضرت زینب سلام الله علیها بود، خصوصا هیئات و کاروانهای بسیاری از شیعیان عراق در این مراسم شرکت دارند. پس از اینکه دادگاه عالی هند به نفع یک معبد هندو در یک منطقه مذهبی مورد مناقشه در ایالت آیدیا رأی داد، مناقشات مذهبی و خشونت‌ها در این کشور شدت گرفت. گفتنی است 26 ژانویه برابر است با روز جمهوریت در هند که بسیاری از فعالان معتقدند بعد از دیدار نخست وزیر این کشور در 22 ژانویه از معبد رام دیگر جمهوریتی در این کشور نمانده و اقلیت‌های مذهبی در اذیت و آزار هستند. شاید ذکر است این معبد با 50 متر ارتفاع در زمینی ساخته شده است که برای قرن‌ها مسجدی بر آن قرار داشت. این مسجد در سال 1992 توسط متعصبان هندوی مرتبط با حزب مودی بهاراتیا جناتا تخریب گردید. تخریب مسجد بابری باعث شورش‌های جمعی در هندوستان شد و در نتیجه آن 2000 نفر که اکثرشان مسلمان بودند کشته شدند. بعد از درگیری‌های مذهبی در این هفته در هند که در پی ساخت معبد رام در مکان مسجد بابری در هند آغاز شده بود، پاکستان از سازمان ملل خواست تا برای حفاظت از اماکن اسلامی در این کشور اقدام کند. منیر اکرم فرستاده پاکستان در سازمان ملل این درخواست را در جریان نشست سفیر سازمان همکاری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح نمود. او در نامه‌ای خطاب به میگل آنجل موراتینوس، یکی از مقامات ارشد اتحاد تمدن‌های سازمان ملل، اظهار داشت پاکستان ساخت و تقدیس معبد رام را که در محل مسجد تخریب شده بابری در آیودیا هند بنا شده به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. وی همچنین این روند را تهدیدی قابل توجه برای رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسلمانان هند و همچنین تهدیدی برای اتحاد و صلح در منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از رسانه‌های چینی، منطقه سینکیانگ در شمال غربی چین اولین منطقه است که سیاست دولتی برای ترویج همگرایی میان گروه‌های قومی در آن به اجرا درآمده است. گفتنی است این برنامه به منظور دستیابی به هدف رئیس جمهور شی جین پینگ به بهانه ایجاد هویت ملی واحد در حال اجرا است. شاین ذکر است این مقررات جدید خواستار ایجاد مسکن‌های مختلط، مکان‌های تفریحی و پارک‌ها و فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی است که ویژگی‌های فرهنگ چینی را برجسته می‌کند و آن را ترویج می‌دهد. به گفته کارشناسان، هدف این اقدام جایگزینی بیشتر فرهنگ چین با فرهنگ اویغور است. دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواست تا به مصوبات دیوان بین المللی دادگستری عمل کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش از تل آویو خواست تا به مصوبات دیوان بین المللی دادگستری عمل کرده و دست به هیچ اقدامی نزند که منجر به کشتار دست جمعی می شود. در همین حال استفان دوجاری که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد
که گوترش به صورت فوری تدابیر موقت اتخاذ شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده نسل کشی اسرائیل را به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل خواهد رساند. دوجاری که عنوان داشت که تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری الزام آور است و او مطمئن است که همه طرف ها به آن عمل خواهند کرد. در پایان رئیس دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد دیوان بین المللی دادگستری از فاجعه‌ای که در غزه رخ می‌دهد آگاه است و کشتار جاری در غزه را محکوم می‌کند. ارتش فیلیپین روز شنبه اعلام کرد که 9 نفر از گروهک سنی‌های تندروی داعش از جمله 3 مظنون بمب‌گذاری دست جمعی کاتولیکا در جنوب فیلیپین در درگیری با نیروهای نظامی این کشور کشته شدند. فرمانده یگان نظامی گفت که سربازان ارتش روز گذشته با حدود 15 مظنون گروهک سنی‌های تندروی داعش که در مزرعه کوهستانی در نزدیکی شهر دورافتاده پیاگاپو در جنوب این کشور پنهان شده بودند درگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این درگیری 9 نفر از افراد مسلح این گروهک کشته و 4 سرباز زخمی شدند. او گفت که 3 مظنون از 6 مظنون بمب‌گذاری در مراسم مذهبی کاتولیکا در مدرسه‌ای در جنوب شهر ماراوی در ماه گذشته در میان کشته شدگان درگیری‌ها بودند. شایان ذکر است حملات افراد وابسته به سنی‌های تندروی داعش به اتوبوس‌ها، کلیساهای کاتولیک و بازارهای عمومی یکی از ویژگی‌های ناآرامی‌ها در جنوب فیلیپین بوده است. دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی بورکینافاسو را متهم کرده است که سال گذشته دست کم 60 غیر نظامی را در حملات هواپیماهای بدون سرنشین کشته است. این سازمان حقوق بشری معتقد است این حملات ممکن است جنایت جنگی به حساب بیاید. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است این حملات نقض قوانین جنگ بوده، زیرا در قوانین جنگ آمده اقداماتی که بین غیر نظامیان و نظامیان تمایز قائل نمی شود و منجر به آسیب غیر نظامیان یا اموال غیر نظامیان می شود ممنوع است. دیدبان حقوق بشر در ادامه گزارش می گوید دولت بورکینافاسو باید فوراً و بی‌طرفانه این جنایات جنگی آشکار را بررسی کند و مسئولین را مورد بازخواست قرار دهد و از قربانیان و خانواده‌هایشان حمایت کافی ارائه کند. شایان ذکر است نگرانی در مورد رفتار دولت با غیر نظامیان در بورکینافاسو موضوع جدیدی نیست. سال گذشته نیز دیدبان حقوق بشر گزارش داد که نیروهای مسلح بورکینافاسو مرتکب جنایات و کشتارهای غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه در میان غیر نظامیان شده بودند. گزارشگران ویژه سازمان ملل تصمیم گابریل آتال وزیر آموزش فرانسه را مبنی بر ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس فرانسه اقدامی دانست که سبب گشودن دربهایی برای سوء استفاده، آزار و اذیت و تبعیض در این کشور خواهد شد. در همین راستا گزارشگران سازمان ملل متحد در نامه خطاب دولت فرانسه خواستار ارائه اطلاعات در مورد اقدامات انجام شده در مورد مسلمانان این کشور شدند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش فرانسه حداقل 298 دانش آموز دختر برای حضور در مدرسه سعی در پوشیدن عبا یا لباس‌های مشابه داشتند و زمانی که 67 نفر از ایشان از رعایت قانون منع پوشش عبا در مدارس خودداری کرده‌اند به خانه فرستاده شدند. پزشکان در بیمارستان محلی هرات از افزایش 25% بیماری‌های تنفسی نسبت به ماه‌های قبل در این ولایت خبر می‌دهند. گفتنی است روزانه بیش از 300 تا 350 تن که به بیماری تنفسی مبتلا شده‌اند
به بیمارستان محلی هرات مراجعه می کنند. شاین ذکر است خشکسالی و به دنبال آن افزایش خاکبادها و آلودگی هوا از جمله دلایل افزایش بیماری های تنفسی عنوان شده است. در پایان گفتنی است با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان کشور به ویژه روستانشینان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. همچنین گسترش فقر در میان خانواده ها از عوامل دیگر مبتلا شدن افراد به بیماری های گوناگون در افغانستان ذکر می شود.